ایرانه. این چیزی که اسرائیلی‌ها منتشر کردن از اسرائیل، اون خطوط لوله باید بیاد از همه جا بره منتج بشه به اسرائیل، این خطوط لوله از داخل ایران و کنار ایران میگذره، تمام شاهراها. برای این منظور از آذربایجان، از عراق و از کویت و عربستان و جای دیگه خط حمله هواپیماشون نشون نگاه کنید، به همه به سمت تهرانه. حالا که چرا این امکان رو ندارن، فقط میتونن بلوف بزنن امکان درگیری و حمله ندارن؟ چون همین خطوط لوله زیر پای ایرانی هست و اطراف ایرانی هست. هر نوع اختلال در این خطوط لوله یعنی که قیمت نفت راحت بره بالای 200 دلار. همین الان که رسیده به 90 تا 100 دلار، این وضعی است که برای اقتصاد آمریکا پیش اومده. دقیقاً یادم سال گذشته اینجا اشاره کردم که اقتصاد آمریکا بسیار بسیار وضعیت شکننده و نامناسبی داره. شما اثرات اقتصاد آمریکا رو ببینید. لذا اگر این مسئله رو خوب دقت کنیم، ما برمیگردیم به حوزه تئوری سیستم ها. این که ثبات ایران از نظر تئوری سیستم ها ماهیتش ماهیت متفاوتی است. نسل شما صاحب این مسئله است، چون این افق این برنامه ها بحث 1414 2035 27 سال دیگه 28 سال دیگه، اون روزا دیگه ما نیستیم. شما اون روز متوسط 50 ساله اید و وامدار و در واقع میراثدار این حرفا هستید. ببینید الان منابع پنجگانه قدرت ایناست: اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظامیگری و اجتماعی. وزارتخونه‌ها تو دنیا اینجوری تقسیم میشن، مجلس‌ها، کمیسیوناش اینجوریه، علوم هم اینجوریه. میگن علوم اجتماعی میخونید، علوم سیاسی میخونید، علوم اقتصادی میخونید، علوم نظامی میخونید، علوم فرهنگی. ماهیت منابع پنجگانه قدرت به سرعت داره دست به دست میشه. 70 ساله این مبانی جواب داد، دورش تمام شده. یه دوره جدیدی شروع شده که شما نیروهای گذار به اون دوره محسوب میشید. منابع پنجگانه قدرت جاشو داره میده به منابع دوگانه قدرت، منابع سایبرنتیک. به اون سیستم میگفتن سیستم ارگانیکی. نسل سوم سیستم ها، اونا سیستم های نسل اول مکانیکی بود، سیستم های نسل دوم در نظام سازی ارگانیکی بود، سیستم های نسل سوم سایبرنتیکیه. در سیستم های سایبرنتیکی 5 تا منبع قدرت وجود نداره، 2 تاست: محیط انرژی، بدن ما رو نگاه کنید، یک بخش تولید اطلاعات داره، یک بخش تولید انرژی. اون قسمتی که از تولید اطلاعات به تولید انرژی فرمان میده به این میگن حوزه سایبر. یعنی سیستم گوارش من، سیستم قلب، همه این اجزا که چه کار میکنن؟ از طریق استنشاق هوا، نوشیدن آب و خوردن غذا انرژی تولید میکنن که این دست من انرژی داشته باشه این لیوان رو بلند کنه. حالا کی به این دستور میده این لیوان رو بلند کن؟ این که انرژی رو گرفت، مغز من دستور میده، اطلاعات رو حواس پروسس میکنه، میده به این، این فرمان میده. به این سازوکار میگن سایبرنتیک. امروز و آینده حرکت به سمت سیستم سایبرنتیکه. به سرعت سیستمی که آقای آندره بوفر طراحی کرده بود 70 سال پیش داره نابود میشه و دورش داره تمام میشه. یعنی شما به میان سالیتون که برسید چیزی به نام سیستم های ارگانیکی دیگه وجود نداره. همین الان مثال بزنم ببینید چقدر تو همین ایران ما رشد کرده. انسان آینده انسان سایبرگه، یعنی بخشش سایبرنتیکیه، ارگان های درونیش در نسبت با سایبرنتیک تعریف میشه. در مورد بیو سایبرگ خودشون تعداد زیادی فیلم سینمایی ساختن، میتونید ببینید. اونا تخیلی و فضایی نیست. همین الان شما حجم عظیمی از اطلاعاتی که دارید ریخته تو این موبایلی که همراهتون هست. ماشین حساب داره، اصلا دیگه جمع و تفریق تمرین نمی کنید. دفتر تلفن، قبلا یه دفترچه کوچیک داشتی، تلفن کیک و کیک و کیک، امروز همش توی اون حافظه در واقع موبایلتونه. بعدم حافظه رو تقویت میکنید، حافظه اون موبایل رو، انواع بازی ها، انواع مواردی که میخواید بلوتوث کنید، نمیدونم، کل حجم عظیمی از اطلاعات داخل این. بین اون چیزی که قبلا به نام ربات میشناختید و بین انسان داره تلفیق صورت میگیره. انسان 4 حوزه حواس، مغز، شبکه عصبی و عضله و اندام حرکتی داره تو سیستم بیولوژیکی. سیستم مکانیکی، نیروی عمل، نتورک، پروسسور و سنسور رو داره. اینها داره کاملا با هم آرام آرام تلفیق میشه. یعنی خیلی از دوستان شما امروز یه لپتاپ همراهشون هست، بسیاری از اطلاعاتشون روی اونه.
خیلی از شما اگه این موبایلتون از دستتون رو بوده بشه، بسیار از اطلاعات شخصیتون روی اون هست. بعد وابستگیتون به اون، بدون موبایل و بدون نوتبوکتون خیلی کارا نمیتونید انجام بدید. نسل ما نتونستیم ارتباط برقرار کنیم. الان شما نگاه کنید به کسایی که همسن من و بالاتر هستن، ببینید ما ممکنه بلد باشیم کامپیوتر رو روشن و خاموشم کنیم، اما ما انسان‌هایی هستیم مربوط به عصر سیستم‌های ارگانیکی. شما مربوط به دوره عصر سایبرنتیکی هستید. این دوره تا 1414 نهایی میشه، یعنی انسان‌ها بخشی از کارهای حواسشون رو میدن اون سنسورهایی که بیرون وجود داره انجام بده، بخشی از کار مغزشون رو میدن پروسسورها انجام بده، بخشی از کار شبکه عصبیشون رو میدن به نتورک، حالا توی اینترنت و جای دیگه یا ابزاری که همراهشون هست، بخشی از کار اندام‌های حرکتیشون به نیروی عمل رو هم میدن به ربات‌ها. لذا انسان آینده انسان سایبرگ، جامعه آینده جامعه سایبرنتیکه. در جامعه سایبرنتیک این ماهیت از انسان شروع کردیم، رسیدیم به جامعه. سال گذشته اینجا گفتم که کلبه آخر تمدن غرب کلبه دیجیتالیه. شما با همسایه‌هاتون تو آپارتمانتون با 4 تا خانواده همسایه اید، اما وقتی کانکت میشید میرید اینترنت، شما با همه کسایی که توی اینترنت هستن همسایه اید. پس یک کلبه دیجیتالی، جامعهش میشه چی؟ WSIS، جامعه اطلاعات محور. حالا بیایم ببینیم نظام تمدنی چجوری سایبرگ میشه، ایران اونجا کجا قرار داره. مسئله اینجاست که در قدرت ملی سایبرگ، قدرت ملی اطلاعات و قدرت ملی انرژی جای قدرت ملی سیاسی، قدرت ملی نظامی، قدرت ملی اقتصادی، قدرت ملی فرهنگی و قصه الهازا رو میگیره. یه مثال ساده به شما بزنم. چند ماه گذشته شنیدید که سینماگرای ایران یه تومارهایی نوشتن که قوه قضاییه و پلیس بیاد چیکار کنه؟ برخورد کنه با کسایی که سی دی ها و دی وی دی های فیلم های اینا رو میبرن، تکثیر میکنن، توزیع میکنن. مثلا یه کارگردان فیلم ساخته، هنوز فیلمش رو پرده نیامده، فیلم سینماییش تو بازار دی وی دی هاش فروخته میشه. اینا هنوز دارن به فرهنگ فکر میکنن، به سیاست فکر میکنن، به اقتصاد فکر میکنن. فکر میکنن با برخورد قضایی و پلیسی میشه مثلا جلوی دی وی دی ها رو گرفت. اون روزی که فرهنگ فوق بود و ذیل فرهنگ سیاست و اقتصاد و نظامیگری و غیره تعریف میشد، این مربوط به دیروزه. زمانی که شما یه فیلم میساختید میرفت تو سینماها، هیچ کس نمیتونست تکثیرش کنه، باید میرفتید بلیت میخریدید میدیدید. امروز کار برعکس شده. یعنی چی؟ یعنی الان فرهنگ جاشو داده به اطلاعات، اطلاعاتی که به فرهنگ تأثیر میذاره، پردازش اطلاعات به سیاست تأثیر میذاره، پردازش اطلاعات به نظامیگری، به اقتصاد و قصه الهازا. یعنی سرعت پردازش اطلاعات و رایت یک فیلم سینمایی بسیار زیاد شده و در واقع شما نمیتونید جلو اینو بگیرید. باید بیاید یه سیاستی اتخاذ کنید که فیلم سینمایی شما ارزون در بیاد. مثلا برید اون المان‌های داخلش رو، شرکت‌های تبلیغاتی رو بگید بیان اسپانسر بشن، کمک کنن. شما روی فروش سینماییش حساب نکنید، پول فیلم رو قبلش در بیارید. بعد بیاد این فیلم رو برید مثلا 10 میلیون دی وی دی، این رو دی وی دی 10 میلیون سفارش بدید، لیبل بچسبونید، این فیلم رو خودتون تکثیر کنید. مثلا قیمتش در بیاد 200 تومن، 300 تومن، یا 10 میلیون دی وی دی که قیمتش میاد پایین. شما میگید آقا این اینجوری نشود، یکی هم میخواد تو رسانه‌های تصویری بشینه 2000 تومن بفروشش. خب بله، رقابت نمیکنه با بازار، چون شما شرایط روز رو متوجه نشدید. این جمله رو همیشه یادتون باشه نسل شما. اگر به پرسش‌های جدید پاسخ‌های کهنه دادید، بحران شروع میشه. این حرف البته مال من نیست، مال هگله. اگر به پرسش‌های جدید پاسخ‌های کهنه دادید، بحران شروع میشه. پرسش جدید چیه؟ آقا سیاست از دست داره میره، چون شما جلو پردازش اطلاعات نمیگیرید، سیاست تابع تولید اطلاعاته. آقا فرهنگ از دست رفت، کتاب با زحمت مینویسی 3000 نسخه تیراژ پیدا میکنه، هنوز نیومده بیرون، اسکنش میکنن میذارنش تو سایت اینترنتی. آقا شما متوجه نشدید که عصر پردازش اطلاعاته. شما کتابتو باید دیجیتالی تهیه کنی، فیلم سینماییت باید قبل از اینکه دی وی دی شو دیگران بفرستن تو بازار خودت بفرستی. پس چی شده؟ اقتصاد عرصش فراورده اطلاعات، فرهنگ سیاست، یعنی دوره سیستم‌های ارگانیکی به سرعت تمام شده. هیچ سیاست انقباضی، انبساطی، قضایی، انتظامی هم نمیتونه جلوش رو بگیره. هر کس هم در مسیر تحول قرار نگیره منزوی میشه. این جمله مال من نیست، مربوط به رهبر انقلابه، به این دیداری که یه ماه پیش حوزوی ها داشتن با ایشون. به حوزوی ها گفت آقا متحول بشید که هر کس در مسیر تحول قرار نگیره منزوی میشه. حالا نسل شما
جامعه رو در آینده در داخل کشور و در سراسر جهان باش روبرو هستید که یک نسل یک سیستم سایبرنتیکه. این سیستم سایبرنتیک در نظام تمدنی چه جایی داره؟ نظام تمدنی یک پیکر واحد بود دیگه، یک قسمتش مغزه، یک قسمتش قلبه. قلب رو گفتیم کیه؟ گفتیم ایرانه، یه بخشش که حرف ما بود، یه بخشش هم حرف خود غربی‌ها. اولین بار 110 سال پیش